به نام خدا و با تقدیم السلام، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر امروز من. به مقام محترم معاونیت اول جمهوری اسلامی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبق فیصله شورای وکلای کاپیسا، شخصیت های سیاسی و کادری ولایت کاپیسا زیلن و کابینه معاینیت و ولایت یکی از ریاست های مستقل پیشنهاد می کردن. 1. جنرال محمد اقبال صافی، کاندیده وزارت داخله. 2. خواجه غلام غوث ابوبکر، کاندیده والی در یکی از ولایت. شماره 3. عزیز الرحمن تواب، کاندیده والی در یکی از ولایت ها و یا ریاست های مستقل. شماره 4. اجمل یوسفزای، کاندیدای معینیت وزارت سرحدات اقوام و قبایل با یکی از معینیت ها. با احترام، وکلای ولایت کاپیسا. به نقل از بی بی سی دری، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به کرونا مبتلا شده است. یک منبع معتبر به بی بی سی تایید کرد که هوا علم نورستانی از چند روز بدین سو به بیماری مبتلا شده است. این منبع افزود که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ابتلا به ویروس کرونا خود را در خانه قرنطینه کرده است. این هم یک خبر دیگر. مشکلات مهاجران افغان در ایران از مسائل مورد بحث هیئت بلندپایه افغانستان در تهران. وزارت امور خارجه افغانستان اظهارات شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران را که گفته بود مرزبانی جمهوری اسلامی ایران هیچ دخالتی در خصوص مرگ ادبای افغانستان در مرز ایران و افغانستان هریرود نداشته است، دور از انتظار خوانده است. این در حالی است که بر اساس خبرگزاری ایرنا، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان که در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی و امنیتی به تهران رفته، ساعت پیش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قرار است هیئت دولت افغانستان در دو روز آینده با مقامات دولتی ایران در چارچوب سند همکاری های جامعه ایران و افغانستان روی مسائل اقتصادی، مرزی، مهاجران، همکاری های رسانه‌ای، امنیتی، بهداشتی و کار گروه همکاری های آب و انرژی دیدار و گفتگو داشته باشند. با گزارش رسانه های ایران، شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، دیروز گفته بود که هیچ گونه سندی تا کنون دریافت نکرده ایم تا منجر به تشکیل پرونده در مورد مرگ مهاجران افغان در مرز دو کشور شود. و اگر هم بخواهیم کسی را در این رابطه احضار کنیم، باید عدله برای تفهیم ابهام داشته باشیم و عدله هم مستند باشد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که بامداد امروز یک شنبه اول سرطان نشر شد، آمده است که افغانستان تأسف و تأثیر عمیق خیش را پیرامون اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که گویا جانب افغانستان مستنداتی را در مورد واقعه 13 ثور دهنه ذوالفقار ارائه نکرده ابراز میکند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل پیگیری های مستمر خود برای دریافت نتایج تحقیقات جانب ایران را با اسناد و شواهد مدارک سپرده شده به هیئت دیپلماتیک آن کشور از مجاری دیپلماتیک انجام داده و تا تأمین عدالت این پیگیری ها را ادامه خواهد داد. وزارت خارجه افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود نوشته بود که هیئت اعزامی این کشور به ایران شامل نمایندگان 7 وزارت، 5 ریاست مستقل، مشاور حقوقی رئیس جمهور و دفتر شورای امنیت خواهد بود. هدف این سفر و قول این صفحه پرداختن به رویدادهای ناگوار اخیر، جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاری های همه جانبه و مذاکرات پیرامون سند همکاری های جامعه بین دو کشور بیان شده است. کابل و تهران بارها درباره اسناد مبنی بر اینکه مرزبانان ایرانی در برودخانه انداختن مهاجران افغان دست داشتند با هم اختلاف دارند.
محسن بهاروند، معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه ایران، قبل از این گفته بود که تحقیقات ایران نشان نمی دهد که اتفاق رخ داده در هریرود حاصل مداخله نیروهای مرزبانی ایران شده باشد. او افزوده بود ما مدرکی پیدا نکردیم که این اتفاق در سوی ایران باشد. از سوی سالانه 500 هزار تردد غیر قانونی از مرزهای افغانستان به ایران انجام می شود و نیروهای مرزبانی ایران در یک رویه مشخص با متخلفان برخورد می کند. وزارت خارجه افغانستان همچنان گفته است که یک هیئت حقیقت یاب دیگر زیر نظر شورای امنیت ملی افغانستان برای بررسی این حادثه به هرات سفر کرده و تمام اسناد مدارک و شواهد را به دقت بررسی کرده است. این نهاد افزوده است که هیئت افغانستان چگونگی وقوع حادثه را با استفاده از مدارک موجود، چندین اظهارات 7 تن از نجات یافتگان به عنوان شاهدان عینی واقعه در حضور کنسول ایران مقیم هرات، اظهارات اقارب و نزدیکان قربانیان محل حادثه و همچنان جمع‌آوری اسناد و مدارک از محل واقعه به شمول مدارک دریافت شده در جریان بررسی مشترک کمیساران دو کشور مستند و مستدل کرده و به آقای بهاروند در سفرش به کابل تحویل داده است. اما آقای بهاروند بعد از این سفر گفته بود که به طرف افغانستان اعلام کرده این فارغ از بررسی های ایران، اگر مدارکی در این باره وجود دارد در اختیار ما قرار دهید تا ما مورد بررسی قرار دهیم. معاون وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر اخیرش گفته بود که در سفر اخیر هیئت ایرانی به کابل مدارک مبنی بر تعداد عکس ها و مصاحبه به ما تحویل داده شد. دیروز نیز آقای بهرامی گفته است که اگر مسئولان افغانستان سند دارن ارائه کنند و ما بدون اغماز رسیدگی میکنیم، چرا که ما با افغانستان به عنوان کشور برادر و مسلمان روابط خوبی داریم و برای ما انسان مهم است، نه این که انسان فوت شده تبعی کشور ماست یا تبعی کشور دیگر. و افزوده است ما از برادرانمان در افغانستان می خواهیم که اگر دلیل و سندی ندارن این مسئله را خودشان مدیریت کنند تا منجر به تیره و تار شدن روابط نشود. چندی پیش خبری به نقل از برخی مقامات افغانستان و شاهدان در این دو کشور منتشر شد که مرزبانان ایرانی پس از شکنجه 46 مسافر افغان آنها را در روز 12 ثور وادار به پریدن به داخل رودخانه در مرز مشترک دو کشور کردند. چرا غنی محکوم به سرنوشت نجیب الله نیست؟ از 2014 به این طرف که اشرف غنی به قدرت رسیده است، هر از گاهی سرنوشت نظام تحت رهبری وی با حکومت دکتر نجیب الله مقایسه می شود. هرگاه بحث خروج قوای خارجی به رهبری امریکا مخصوصا پس از امضای توافقنامه با طالبان جدیتر مطرح می شود، این گمان زنی نیز تجدید می شود. اخیرا خود رئیس جمهور غنی در گفتگو با شورای اتلانتیک بزرگترین اشتباه نجیب الله در جریان مذاکره با مجاهدین را اعلام آمادگی وی برای استعفا خواند. پرسش این است که چه چیز باعث برداشت این همانی گردیده است و آیا دولت تحت رهبری غنی الزاماً محکوم به سرنوشت حکومت نجیب الله است؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف شباهت های متعدد برای دوره غنی و نجیب الله وجود دارد و از جانب دیگر تفاوت های اساسی این دو دوره را نمی توان نادیده گرفت. یک، ورود خروج نیروهای خارجی. یکی از مهمترین وجوه مشترک این است که هر دو دولت نجیب الله و غنی در مورد حمایت قدرت‌های بزرگ بودند که به افغانستان لشکرکشی کرده است و افغانستان را ترک کرده و یا در حال ترک است. دوم، نظام سیاسی نجیب الله یک رژیم ضد اسلامی در جامعه سنتی افغانستان شناخته می شد که کارنامه ستیز با عالمان دین در تمامی گروه های قومی و مذهبی را داشت، ولی در دولت فعلی از ابتدا بر مبنای قانون اساسی اسلامی شکل گرفته و با حمایت نسبتاً وسیع عالمان سرشناس کشور چالش‌زا نبوده است. سوم، مجاهدین و طالبان. مجاهدین و طالبان در داعیه و شعار دینی و جهاد علیه قشون خارجی تا حدود شباهت دارند. مجاهدین در فضای جنگ سرد مورد حمایت غرب و دولت‌های پیرامون آن به عنوان ابزار برای شکست روس‌ها بود و طالبان در شرایط جدید از سوی مخالفان آمریکا از جمله روسیه برای جبران همان شکست حمایت می‌شوند.
دوستان های گرامی سپاسگزار هستم از اینکه تا این دم با ما بودین.